یک بحث مهمی درباره فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی میپردازیم و آن بحثی است که من چند وقت پیش اون رو در یک مقاله‌ای که در چند وبسایت منتشر کردم اون بحث رو آغاز کردم. این بحث نامش عرب زدگی است. ما همواره توجهمان از دوران مشروطه به این ور روی غرب بوده است. همیشه در حال این بودیم که آیا ما باید یا از نوک پا تا فرق سر غربی بشویم یا اینکه برخی هم می نوشتند اینی که سخن اول که گفتم برای آقای تقی‌زاده است یا برخی هم به شدت ضد غرب و دشمن غرب بودند. درباره غرب در واقع امروزه تجربه های دردناکی که مردم ایران متحمل شدند و تجربه کردند امروزه در واقع مشخص کرده است که ما درباره غرب باید دوست غرب باشیم و هر ایدئولوژی و هر در واقع اندیشه‌ای که ما رو ضد غرب قرار دهد این اندیشه به ایران خیانت کرده است، از اونجایی که ما ضعیفتر از غربیم و اگر یک کودک 10 ساله بخواهد کشتی بگیرد و شیرش بکنن که کشتی بگیرد با یک مرد 40 ساله شکست اون کودک 10 ساله مشخص است و ایران با همه عمق فرهنگیش امروزه بسیار ضعیف است و غرب بسیار پیشرفته است و تشویق یک کشور ضعیف برای جنگ و نبرد و رویارویی با کشور قوی خیانت به آن است که ضعیف است و آن کشور باید با تدبیر راه‌های صلح و راه‌های آشتی جویانه پیدا بکند و اشتراک منافع خود را با منافع کشورهای غربی پیدا کند. اما صحبت ما غرب زدگی نیست. صحبت ما امروز عرب زدگی و برخی راه‌های مقابله با آن است. درباره عرب زدگی شاید یکی از نخستین مقالاتی که نوشته شد همین مقاله من بود که چند وقت پیش این منتشر شد. عرب زدگی یکی از بیماری‌های جامعه ایران پس از اسلام است. عرب زدگی آنقدر در خون و پوست و گوشت ما نفوذ کرده که حتی متوجه اون نیستیم. اما ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و مخصوصاً خارجی‌هایی که به ایران سفر می‌کنند متوجه این بیماری میشوند. از مشخصترین و از بارزترین مظاهر عرب زدگی در واقع زبان ماست. زبان ما زبان آری، زبان دری و زبان پارسی با گویش پارسی که زبان رسمی کشور ایران هست و یکی از زبانهای ایرانی هست و ادبیات بسیار غنی دارد متاسفانه به شدت در طول تاریخ با زبان عربی مخلوط شده است به دلیل اون که ما پس از اشغال عرب فرهنگستان زبان نداشتیم، واژه‌گزینی نمی توانستیم انجام دهیم، کشور دائم در اشغال عرب بوده است یا در اشغال مغولان بوده است و بنابراین مردم آنچه را که قاصبان و در واقع اشغالگران ایران سخن میگفتند برخی از واژگان اونها وارد زبان فارسی شده است تا جایی که امروزه کمی بیش از 40% یا کمی کمتر از نیمی از در واقع واژگان زبان فارسی از ریشه عربی دارند و اینها این مسئله بود که در زمان رضا شاه بزرگ مردانی چون محمد علی فروغی متوجه اون شدند فرهنگستان زبان فارسی تشکیل شد و از همون موقع یک نهضت بسیار خوبی که به مدت 57 سال ادامه داشت شروع شد برای پالایش زبان فارسی و زبان دری ما از واژگان عربی و موفقیت های چشمگیری هم داشت. بسیاری از واژگانی که ما امروزه با راحتی اونها رو به کار میبریم ساخته اون فرهنگستان رضا شاه بزرگ است، مانند هواپیما. امروز اگر کسی به شما بگوید طیاره شما میخندید، در صورتی که تا زمان قاجار کسی اگر میگفت هواپیما میخندیدند، ولی آن بزرگ مردان به گونه ای این واژگان رو ساختند و به خوبی در دل مردم جای دادند که ما به راحتی امروز واژگانی چون هواپیما رو به کار می‌بریم به جای طیاره
واژگانی چون شهرداری رو به کار میبریم به جای بلدیه و دادگستری رو به کار میبریم به جای عدلیه و غیره. و اینها از شاهکارهای دوران درخشان پهلوی و رضا شاه بزرگ بود. اما آنچه که امروز ما بدان می‌پردازیم این است که این نهضت حدود 40 سال است که متوقف شده است و نه تنها متوقف شده است و نه تنها که واژگان عربی در زبان پارسی آنهایی که بودند هستند که با خیانت افرادی مانند حداد عادل که عرب دوست و عرب تبار هستند و سکان فرهنگستان زبان فارسی رو به دست گرفتند واژگانی ساخته می شود که به عمد واژگان عربی رو وارد و زبان فارسی بکنند. برای مثال نمونه اون زبان نمونه آن واژه تکنولوژی هست که تکنولوژی یک واژه است لاتین و ریشه و زبان لاتین هم مانند فارسی هند و اروپایی است. ما می توانیم همین واژه تکنولوژی رو به کار ببریم. یا اینکه اگر بخوایم با فارسی سره اون رو بگوییم تکنیک معادل فارسی آن شگرد است و لوژی آن چیزی است که ما به آن در واقع در زبان فارسی تمام واژگانی که در لاتین به لوژی ختم میشوند در زبان فارسی به شناسی ختم میشوند مانند بیولوژی که ما زیست شناسی میگوییم و امثال هم. بنابراین تکنولوژی نیز بخش اولش تکنیک شگرد می شود و بخش دوم که لوژی هست شناسی. بنابراین فارسی سره تکنولوژی شگرد شناسی است. ما می توانیم یا تکنولوژی رو به کار بریم که آن نیز زبان هندو اروپایی است یا واژه شگرد شناسی رو به کار بریم. اما آنچه که این آقایون میکنن آن است که فن عربی رو با آوری فارسی قاطی کردند و یک شترگاف پلنگی ساختند که در واقع آن فناوری است. حالا من باید این بحث نمیشوم که خود فن نیز ریشه سانسکریت دارد، اما این آقایان به این قصد این کار رو نکردند. این آقایان در واقع به قصد این که عربی رو قاطی در واقع فارسی بکنن و هویت اون رو مخدوش بکنن این کارها رو انجام میدهند و این یکی از نقاط ضعف ما هست که در کشوری که حکومت ملی ندارد و ملیگرایان بر فرهنگ زبانش مسلط نیستند باید چنین در واقع اشتباهاتی رو هم ما شامل بشویم. یا اینکه از کارهای دیگری که این آقایان پس از جمهوری اسلامی در فرهنگستان زبان میکنند آن است که به عمد کلمات مسخره‌ای رو جایگزین کلمات درستی بکنند تا اینکه مردم واژگان پارسی رو به مسخره بگیرند. این تکنولوژی رو در سیاست هم دارند، در سیاست هم چنین میکنند، در زبان فارسی رو همین کارو میکنند. برای مثال به جای واژه ساندویچ از شاهکارهای آقای حداد عادل است که کلمه دراز لقمه را ساختند و این رو همون موقعی که خودشان ساختند متوجه شدند که کلمه مسخره است، اما عمدن این کار رو کردند تا کسی واژه گزینی پارسی رو جدی نگیرد و هویت نیمه عربی نیمه پارسی زبان فارسی حفظ شود. اینها در واقع عمدن و به قصد سود و منافع این کسانی است که انجام می شود. اما زبان ما یکی از بخش های عرب زدگی است. بخش دیگر آن الفبای ما می باشد. الفبا، من وارد بحث الفبا نمی شود. من کتابی با نام راز نوشتن نوشتم که این تا چند ماه دیگر منتشر می شود و از اونجایی که اگر من یک سری مطالب این کتاب رو الان آشکار بکنم خب عده‌ای سودجو اونها رو استفاده خواهند کرد چون کشفیات جدیدی هست. به هر روی من اون رو فعلا درباره اون کمتر سخن میگویم، ولی همینقدر اشاره میکنم که درست است که الفبای زبان پارسی ریشه در الفبای پهلوی دارد و اعرابند که از ما تقلید کردند، اما هویت این الفبا امروزه آنچنان با زبان عربی گره خورده است که در واقع کسی اون رو به نام الفبای فارسی نمیشناسد و همه جهان اون رو به نام الفبای عربی میشناسد. افزون بر آن این الفبا الفبایی است که برای مصوبها نشانه ای ندارد و نشانه اش فقط برای نوآموزان ا ا او و غیره را میگذارند و بعدها در کتابها نوشته نمیشود. این نداشتن علامت برای مصوبها باعث خواهد شد که نوآموزانی که میخواهند این الفبا رو یاد بگیرن برایشان بسیار سخت باشد و همچنین خارجی ها از خیر آموزش اون بگذرن و زبان پارسی هیچگاه زبان جهانی و یکی از زبانهای رسمی سازمان ملل نشود. برای مثال کلمه ار رو ما عین و ر رو
شما اگه در نظر بگیرید، ما این کلمه ار رو که بخش اول عرب هست رو شما می توانید ار، ار، اور بخوانید و یا به صورت های دیگر اون رو اره، ارو، اره و غیره می توانید اون رو بخوانید. من تا حدود شاید 12 جور بشود با این کلمه ار بازی کرد. خب این برای ما مشخص است و اون رو به هر حال با تمرین و تکرار یاد گرفتیم، اما برای نوآموز یا برای یک خارجی بسیار دشوار است و جلوی گسترش این زبان و ادبیات رو چنین الفبای ناقصی که برای مصوتها در واقع جایگزین ندارد میگیرد. از مسائل دیگری که درباره الفبا ما باید صحبت بکنیم آن است که این الفبا به در واقع الفبایی هست که به هیچ عنوان به درد علوم نیز نمیخورد. برای مثال اگر شما بخواهید که جبر رو بنویسید، ریاضیات رو بنویسید، مثلثات رو بنویسید، شما چاره‌ای ندارید جز اینکه الفبای لاتین رو به کار ببرید یا الفباهای دیگر رو یونانی رو به کار ببرید و این الفبا شایستگی اون رو ندارد که در علم به کار گرفته بشود، در علم جدی مثلا در شیمی، فرمول نویسی شیمی و غیره. بنابراین در این باره استاد ذبیح بهروز روانشاه تحقیقات فراوانی کردند و من بر پایه کتاب‌های ایشون که کتاب دبیره و کتاب خط و فرهنگ در ایران هست رو، کتاب نوین راز نوشتن رو نوشتم و تحقیقات بسیاری کردم که دوست دارم پس از انتشار اون در اختیار همگان قرار خواهم. نکته دیگری که باید ما به اون توجه داشته باشیم در مسئله عرب زدگی فقط زبان و الفبا نیست، حتی تلفظها نیز مهم است. ببینید، وام گرفتن از یک زبان خارجی یا وام گرفتن از یک زبان بیگانه به هیچ عنوان چیز بدی نیست، ولی آن وام وقتی وارد زبان وام گیرنده شد باید مطابق قواعد و دستور زبان و آواشناسی زبان مقصد تعبیر کند. برای نمونه، کلمه محمد که در کلمه است عربی که البته اصل اون کلمه است معرب از کلمه مهاتما سانسکریت به مفهوم روح بزرگ، مهاتما یا روح بزرگ بعداً در زبان عربی معرب شده است، محمد شده است و بعداً اشتقاق داده هم دو غیره از اون ساخته شده. به هر حال مهاتما یا محمد وقتی که حتی خود مهاتما وقتی وارد زبان عربی می شود معرب می شود و می شود محمد. حالا همین محمد وقتی وارد زبان ترکی می شود، در ترکی استانبولی می شود محمد. آیا این اشتباه است؟ به هیچ وجه، این کاملا درست است. زبانی که وام می گیرد باید بر پایه قواعد آواشناسی خودش زیر و زبر و فتحه را تغییر دهد و اون رو مطابق زبان خودش بیاراید، نه آن که با تلفظ زبان مبدع اون رو در زبان خودش به کار گیرد. برای مثال اگر کسی فارسی زبان است باید بگوید محمد. گفتن محمد و با از ته حلق در واقع صدا در آوردن، این جزو آواهای زبان فارسی نیست و چنین چیزی عرب زدگی و تقلید توتیوار است. این چیزی است که ما روز و شب به ویژه در میان اسلامگرایان ایرانی ما این رو مشاهده میکنیم که وقتی برای مثال بسم الله میخواهند بگویند، رحمان و رحیمش را آنچنان میگویند که حلقشان پاره میشود، یا موقعی که میخواهند کلمه برفرزن تکرار رو بگویند میگویند تکرار که خدای نکرده اشتباه نشود، در صورتی که تکرار یک کلمه عربی است و تکرار وقتی وارد زبان فارسی میشود تکرار است، لازم نیست که اون رو با تلفظ عربی تکرار به کار برد و این عین عرب زدگی است و عدم فهمیدن مسائل که این رو همه دنیا میفهمه، خود عرب ها میفهمن، ترک ها میفهمن، اروپایی ها میفهمن، جز در ایران که خودشون رو میکشن تا تلفظ ها رو به تلفظ زبان اصلی بگوین، در صورتی که این لزومی ندارد و تلفظ ها در زبان مقصد تغییر میکنن. این مسائل تلفظی نیز یکی از مسائل مهم است. همچنین درباره الفبا من باید چند نکته رو بگویم. اگر برای مثال در واقع در زبان در الفبای عربی که زبان فارسی نیز به آن نوشته می شود، این
در واقع مسودها فقط مشکل نیستند. اگر در زبان عربی ما 4 ز داریم، ما ز داریم، زاد داریم، ز دالزالی داریم و تازایی داریم، چون این زهایی اگر در زبان عربی 4 تا هست، به خاطر اینکه 4 تلفظ مختلف نیز وجود دارد. در زبان فارسی و در دستگاه آواشناسی در واقع فارسی، وقتی ما 1 ز بیشتر نداریم، نیاز به نوشتن 4 ز گوناگون وجود ندارد. به هر حال آنچه که مهم است این است که الفبای زبان فارسی بیشک باید تغییر بکند و به 1 الفبای مدرن که من اون رو در کتاب راز نوشتن ارائه خواهم داد و بر پایه پژوهش های استاد زبیه بهروز است که بیش از 70 سال پیش این پژوهش ها رو کردن، الفبایی است طبیعی که از ریشه های اوستایی و لاتین برخوردار است تغییر پیدا خواهد کرد. همچنین ما در لوگوی فیلم های مستندی که می سازیم یا میراث جاویدان ایران باستان نیز خود کلمه میراث جاویدان ایران باستان رو که در پشت سر من هم می‌بینید به این الفبا نوشته ایم. یکی از آن در واقع الفباها هست. از مسائل دیگری که باید در باره زبان وامگیری واژه ها، تلفظ واژه ها و الفبا گفته بشود، آن است که الفبای غیر منطقی، الفبایی که بر پایه محفوظات است به جای اینکه بر پایه منطق باشد، این الفبا ضریب هوشی را به شدت کاهش می‌دهد. برای مثال اگر بچه‌ای از کوچکی به انگلیسی بخواهد برای مثال کلمه فور رو یاد بگیرد، می‌فهمد که اون اف دارد، او دارد و آر دارد و این فور می شود یا برای مثلا فلان چیز. اما اگر بخواد به فارسی اون کلمه اظهار رو فرض کنید یاد بگیرد، این 4 تا ز دارد و برای اینکه کدام یکی از این ز ها رو یاد بگیرد، چون زبان فارسی است و نه عربی، اون باید حفظ کند و جز حفظ کردن راه دیگری ندارد. یعنی اینکه الفبای فارسی منطقی نیست، باید اون رو حفظ کرد و به صورت هیروگلیف اون رو به خاطر سپرد. حفظ کردن قدرت تحلیل رو از کودکی کاهش میدهد و سبب کاهش ضریب هوشی میشود. برای همین هم است که بیشتر افرادی که در خاورمیانه به این الفبا مینویسند، ضریب هوشی متوسط این مردمان 85 است، که از ضریب هوشی متوسط مردمان که الفبای لاتین رو می نویسند که 100 است، 15 واحد کمتر است. البته من ضریب هوشی متوسط رو در نظر می گیرم و نه بالاهای جامعه رو، ولی به طور کلی متوسط چنین است. و این الفبا علاوه بر تغذیه، علاوه بر آموزش و پرورش صحیح، علاوه بر عوامل ارثی، یکی از این دلایل می باشد. عرب زدگی تنها به اینها هم ختم نمی شود. عرب زدگی به دین هم و متون دینی نیز در واقع ختم می شود. برای مثال، مثال من میارم برای شما، اگر فردی در انگلستان مسیحی هست، انجیلش را به زبان انگلیسی می خواند. هیچگاه انجیل رو به زبان عبری یک انگلیسی نمی خواند. هیچگاه نیایشش رو به زبان عبری نخواهد خواند، به زبان یونانی نخواهد خواند. انجیل رو انگلیسی به زبان انگلیسی، آلمانی به زبان آلمانی میخواند. ولی در ایران یک فارس زبان قرآن رو به زبان عربی میخواند. نمازش به زبان عربی است. گویا که خدایش عرب است. در صورتی که خداوند زبانش زبان دلهاست و زبان خاصی ندارد. بنابراین زبان عربی یکی از مظاهر عرب زدگی است که در بین مسلمانان ایرانی نیز به کار می رود. و عوض اینکه این خشت کج از 1400 سال پیش بنیان گذاشته شده است و تا ثریا نیز کج رفته است که کسی اگر بخواهد، فرض کنید مسلمان است، فرض کنید اعتقاد به اسلام دارد، می تواند متون فارسی آن را بخواند، نمازهایش را به فارسی بخواند، قرآنش را به فارسی بخواند. این یک چیزی کاملا منطقی هست، چون زبان خدا زبان دل هاست. چرا باید اون را به عربی بخواند؟ یکی از مظاهر عرب زدگی است که در واقع در جامعه
وجود داشته است. به هر روی عرب معابی و عرب زدگی برای حفظ هویت مستقل ایرانی باید به یک ضد ارزش تبدیل بشود. هویت ایرانی امروزه لگدمال شده است و لگدمالی هویت ایرانی به وسیله عرب دوستان و عرب معابان و عرب زادگان انجام شده است. ما به هیچ عنوان قصد عرب ستیزی نداریم. ما میخواهیم که به هستی خیش بازگردیم، به اصالت خود بازگردیم، به هویت ملی لگدمال شده خودمون بازگردیم. برای این کار ما نیاز به ستیز با اعراب نداریم. ما نیاز داریم عرب زدایی بکنیم، نه عرب ستیزی. ما از فرهنگ خودمان، باید از زبان خودمان، از الفبای خودمان، از متون مذهبی خودمان، از طرز صحبت کردن خودمان، این میراث شوم رو که در نتیجه اشغال و در نتیجه تجاوز و با زور به مردم ایرانیان و با ننگ و قتل و کشتار در واقع مردم ایرانیان تحمیل شده است رو بزداییم. تنها در این صورت است که میتوانیم به شرافت خودمون بازگردیم و سرفرازانه بگوییم ما ایرانی هستیم. لازم به ذکر هست که در اینجا این رو بهش اشاره بکنم که ملت ایران هیچگاه در طول تاریخ نجات پرست نبوده است. برعکس اعراب که از روز نخست که وارد ایران شدن نجات پرست بودند. اعراب روز اول که وارد شدن خود را سید نامیدند که تا الان هم آقایان سید با تلفظ عربی خود را سید می نامند. این آقایان سید یعنی آقا از آن جهت خود را تا کنون سید می خوانند که مردمان ایرانی را موالی یا بندگان می نامیدند و یا عجم به مفهوم گنگ و زبان بسته، و این سیدان خود را آقایان ایرانیان می دانستند و چنین ایرانی ستیزی و نژاد پرستی عربی از نخست با آنان بود. از نخست. من الان می خواهم نقل قولی رو از یکی از شخصیت‌های معروفی بکنم که موی بر تن شما راست خواهد کرد، و بعد خواهم گفت که این شخص کیست. شروع نقل قول: ما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ما ایرانی ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی بهتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ما هم بدتر است. ایرانی ها را باید دستگیر کرد و به مدینه آورد، زنانشان را به فروش رسانید و مردانشان را به بردگی و غلامی اعراب گماشت. حسین ابن علی، امام سوم شیعیان، سفینة البحار و مدینة الحکام و مدینة الاحکام، نوشته حاج شیخ عباس قمی، صفحه 164. خب، با چنین نقل قولی از پیشوای بزرگ شیعیان و اعراب، حسین ابن علی که بر پایه نوشته های تاریخ طبری حسین و حسن یا حسنین در قتل عام مردم طبرستان مستقیما شرکت کردند، و چنین نقل قولی که در این کتاب آمده است کاملا آشکار می کند که اعراب نسبت به ایرانیان چه دیدی داشتند و این اعراب بودند که نژاد پرست بودند و ایرانیان هیچگاه نژاد پرست نبودند. یکی از مظاهر عرب ستیزی، یکی از راه های مقابله با عرب ستیزی در واقع آن است که ما بیاییم و صفت و لقب سید رو از فرهنگمون حذف کنیم. سید به مفهوم آقا مفهومی ندارد. شما یا ایرانی هستید یا ایرانی نیستید. ایرانی هم همه آقا هستند. نیازی به سید نیست. اگر کسی به دلایل ژنتیکی خود را وابسته به کسی بداند و خود را برتر بداند و آقا بداند، دیگران را موالی و عجم بداند، این عین نژاد پرستی است. چون این لقبی به کارگیری لقب سید عین نژاد پرستی است. نژاد پرستی که در فرهنگ عرب زده ایرانی نهادینه شده است و باید از فرهنگ ایرانی پاک شود. من
چون وقت تنگ است دیگر وارد بخش های دیگر نمیشوم. میخواستم کمی درباره نظریه استاد ذبیح بهروز درباره زبانشناسی برخی از زبانشناسان آلمانی صحبت بکنم، ولی دوستان بدانید که گمان نمی کنم وقت کافی داشته باشیم، ولی تنها یک اشاره می کنم که بنا بر پایه نظریه های زبانشناسان بزرگ، حروف حلقی که از حلق برمی آیند حروفی هستند شبیه حروف صدایی که جانوران آنها را در می آرند. چرا؟ اینکه انسان از لب و زبانش صدا در می آورد و جانوران صدایشان را از حلق در می آورند. بنابراین تلفظ حروف حلقی در میان اقوام بدو عرب طبیعی بوده است، چون آنها زندگی بدون تمدن بودند، صحرانشین بودند و در بیابانها زندگی می کردند و در واقع آبایشان نیم آبای جانوران بوده است و این کاملا طبیعی است. اما در زبان فارسی امروزی کسی بخواهد واژگان رو، حتی واژه های دخیل رو با چنین تلفظی صدا تلفظ بکند، با تلفظهای حلقی، واقعا یک خنده‌آور و مسخره و مضحک است. در پایان هم باز همان گونه که نقل قولی از حسین پسر علی آوردم درباره ایرانی ها ایشون چگونه فکر میکردن، باید بگویم که ایرانی ها به هیچ عنوان عرب ستیز نیستند و همواره هدف حمله عرب قرار گرفتند و هدف ظلم عرب قرار گرفتند. این تنها محدود به حمله قادسیه و نهاوند و جنایت هایی که در ایران و خوارزم و جاهای دیگه کردن نبود. این عرب ایرانی ستیزی عربی تا به امروز ادامه دارد. در زمان اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی دسیسه کردند و بحرین رو از ایران جدا کردند. اینک در حال دسیسه کردن برای جدایی خوزستان از ایران هستند. همین ها هستند که با صرف سرمایه های کلان نام خلیج فارس رو میخوان به نام جعلی خلیج عربی تغییر بدهند. همین ها هستند که جزایر سگانه ایرانی رو میخواهند برای خودشان بکنند و همین ها هستند که سپاهیان عرب که قادسیه دوم ایجاد کردند و 8 سال بهترین جوانان ما رو کشتند و معلول کردند و هزاران میلیارد دلار به کشور ایران صدمه زدند بدون اینکه یک دلار غرامت بپردازند و تمام عرب عراقی زادگانی که امروزه در ایران مسند قوای ایران رو به دست دارن و بر مسند نشستند، سران قوای ایران که همشون متولد نجف هستند و حتی پدر آقای خامنه ای متولد نجف هست و غیره، این افراد در واقع این غرامت ها رو به هم کشوری های خودشون بخشیدند و ملت ایران رو از این غرامت ها نیز بی نصیب کردند. بنابراین و کشور ایران و فرهنگ ایران و فرهنگ جاویدان هزاران ساله ایرانی و ثروت‌های اون که باید خرج ملت ایران بشود امروزه خرج اعراب لبنان و سوریه و جدیداً هشت شعبی یا بعد از جنایت‌هایی که در کرکوک و خرمتو کردند و سوزاندن بچه‌ها و زنان کرد، دیگر هشت وحشی معروف شدند و اکنون ثروت ایران به اینها می رود، به هشت وحشی می رود، به در واقع به لبنان می رود، به سوریه می رود و نه تنها ثروت ایران رو می مکند که به تاریخ ایران، به اقوام ایرانی، به مردم ایران نیز خیانت می کنند. بنابراین آنچه که ما در واقع می گوییم سخن ما نیست که عرب ستیزی است، بلکه آنچه که در 1400 سال گذشته در جریان بوده است ایرانی ستیزی بوده است، نفرت از ایرانی بوده است و جنایت علیه ایرانی بوده است و مظهر این و نشانه اونها در واژه سید و موالی و عجم که تا کنون نیز باقی است وجود دارد. و چه خوب اون نقل قولی از حسین پسر علی همه اینها رو برملا می کند که آنها و نوادگانشان که امروزه در ایران نیز حکومت دارند چگونه درباره ما فکر می کنند. و در پایان چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر
زنده یک تن مباد، بیا تا همه تن کشتن دهیم، از آن به کشور به دشمن دهیم، بیا تا همه به دشمن شیمن در کمین، براه پیشمرگان ایران زمین. بدرود.